سلام به همه شما دوستای عزیزم، به بزرگترین پایگاه بازی‌های سبک سروایول ایران خوش اومدید. موج مارشال هستم و با یک ویدئوی آموزشی دیگه از بازی آرک در خدمت شما. تو گیم پلی مپ فیودا پارت 10 ازتون پرسیدم که اسم دایناسورهایی که موقع حملهشون بلاد افکت دارن رو تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. اسمایی که روی صفحه می‌بینید عزیزانی هستن که جواب درست رو دادن و جا داره ازشون تشکر ویژه کنم. دایناسورهایی که در ادامه ویدیو بهتون معرفی میکنم وقتی از قابلیت بلاد افکت روی حریفشون استفاده میکنن قربانی برای چند ثانیه ای از سرعت، هلس و استقامتشون کم میشه و به راحتی تو خطر مرگ قرار میگیرن. اولین دایناسور لیست ما دایناسور استگوساروسه که یک گیاهخواره. این دایناسور سرعت پایینی داره ولی برای فارم کردن انواع چوب و بریز میشه ازش استفاده کرد. استگوساروس درسته که یک دایناسور گیاهخواره ولی توانایی زیادی برای دفاع کردن از خودش رو داره و با فرو کردن دمش داخل بدن دایناسور مقابلش اونو گیر میندازه و از جونش به شدت کم میکنه. این دایناسور بجز مپ اسکورچ ارث تو باقی مپ ها اسپام میشه، صدرش تو لول 26 آزاد میشه و تیم کردنش هم به روش ناک آوته. اگه دوست دارین روش اصولی تیم کردن این دایناسور رو یاد بگیرین، لینک ویدیوش رو بالا سمت راست براتون میذارم، حتما ببینید. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور کنتروساروسه. این دایناسور تو نواحی جنگلی اطراف کوه‌ها اسپام میشه و تو جمع کردن انواع بریز میتونه بهتون کمک کنه. این دایناسور تو همه مپ‌های بازی آرک بجز مپ ابریشیان وجود داره. قابلیت بلاد افکت این دایناسور به این صورته که دایناسورهایی با سایز زابرتوس، رابتور و حتی پلیرهای دیگه رو روی تیغه‌های دمش گیر میندازه و با دمش اونا رو پاره میکنه. بهتون پیشنهاد میکنم تو سرورهای پی وی پی داخل بیس اصلیتون حتما از این دایناسور داشته باشین که اگه یه موقع مورد حمله قرار گرفتین این دایناسورها دشمنتون رو غافلگیر کنه و زارتشون رو قارت کنه. در ضمن یه نصیحت مارشالی هم بهتون بکنم، هیچ وقت به فکرتون نزنه که سوار این دایناسور بشین، چون عملا تیغه های پشت این دایناسور کتون رو پاره میکنه و شما دچار از همگسستگی سلولهای تحتانی میشین. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور زابرتوس سالمون هست. شاید خنده‌دار به نظر برسه ولی این دایناسور هم توی لیست امروز ماست. این دایناسور عملا بی خطره ولی اگه بهش آسیب بزنین شما رو زخمی میکنه و قابلیت بلاد افکتش هلس و استقامت شما رو میاره پایین و همین اتفاق کار شما رو داخل آب خیلی خیلی سخت میکنه. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور مگالادونه. سرعت و استامینای بالایی داره و پیشنهاد میکنم داخل آب تا جایی که میشه ازش دوری کنید. صدر این دایناسور تو لول 47 آزاد میشه و روش تیم کردنش هم به روش ناک آوته. بلاد افکت این دایناسور برای چند ثانیه‌ای هلس و سرعت شما رو کم میکنه و اگه تنها باشین به احتمال زیاد زارتتون قارت میشه. اگه دوست دارین روش اصولی تیم کردن این دایناسور رو یاد بگیرین، لینکش رو براتون بالا سمت راست میذارم، حتما ببینید. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور دینونیچوسه. از لحاظ ظاهری شبیه رابتوره ولی خیلی خیلی خطرناکتره. فقط توی مپ‌های ولکوئرو و فیودا به صورت دسته‌های 2 و 3 تایی اسپام میشن. این دایناسور سرعت بی‌نظیری داره و به راحتی از کوه‌ها میتونه بره بالا. فال دمیج نداره و عملاً این دایناسور یه کابوسه برای پلیرها و دایناسورهای دیگه. صدل این دایناسور تو لول 32 آزاد میشه و نکته جالب در مورد این دایناسور اینه که این دایناسور وحشی تیم نمیشه و تنها راه رام کردن و سوار شدن روی این دایناسور دزدیدن تخم فرتلایزر این دایناسور از داخل نست ها یا همون لونه هاشونه. بلاد افکت این دایناسور خیلی خیلی خطرناکه و به راحتی با چند ضربه میتونه دایناسورهای حتی خیلی بزرگتر از خودش رو نابود کنه. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور کارنوه که سرعت و دمیج خوبی داره. نکته مهم در مورد این دایناسور اینه که توی تمام مپ‌های بازی آرک اسپام میشه و عملاً یک دایناسور خوب میان رد است. صدر این دایناسور تو لول 46 آزاد میشه و تیم کردنش به روش ناک آوته. اگه دوست دارین روش اصولی تیم کردن این دایناسور رو یاد بگیرین، لینک ویدیوش رو براتون بالا سمت راست میذارم، حتما ببینید. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور تایلوه که سرعت، استقامت و دمیج فوق‌العاده‌ای داره. میشه گفت خطرناکترین و وحشی‌ترین دایناسور منطقه ردووده. اینم لیست مپ‌هایی که این دایناسور داخلش اسپام میشه. تایلو به راحتی از درخت‌ها و کوه‌ها میره بالا و عملاً بهترین دایناسور برای غافلگیر کردن دشمناتون. بهتره یک جفت لول بالا از این دایناسور داشته باشین و بعد از عملیات بریدینگ یک ارتش قوی از این دایناسور برای خودتون درست کنین و عملاً فرمانروای قلمروتون بشین.
صدل این دایناسور تو لول 51 آزاد میشه و تیم کردنش به روش ناک آوته. اگه دوست دارین روش اصولی تیم کردن این دایناسور رو یاد بگیرین، لینک ویدیوش رو براتون بالا سمت راست میذارم، حتما ببینید. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور رونجرز هست. این دایناسور فوق‌العاده وحشی و سریه و برای جابجا کردن منابع خیلی کاربرد داره. صدل این دایناسور تو لول 47 آزاد میشه و تیم کردنش به روش ناک آوته. وقتی دایناسور رونجرز بهتون حمله کنه و دچار بلاد افکت بشین، شانس شما برای فرار عملا به صفر میرسه، چون سرعتتون به شدت میاد پایین و عملا تنها راهتون اینه که با این دایناسور خطرناک درگیر بشین. یک نکته مارشالی رو بهتون بگم، اگه توی مپ‌های زیر بازی میکنید حتما این دایناسور رو تیم کنید. دایناسور بعدی لیست ما دایناسور آلوساروسه که توی دایناسورهای بزرگ جسته بیشترین سرعت و استقامت رو داره. عملا به جز مپ اسکورچ ارث و ابریشیان توی همه مپ‌های بازی آرک اسپان میشه. معمولا تو دسته های ستایی هستن و به شدت از همدیگه دفاع میکنن. صدل این دایناسور تو لول 67 آزاد میشه و روش تیم کردنش به روش ناک آوته. قابلیت بلاد افکت این دایناسور خیلی خطرناکه. اگه دوست دارین روش اصولی تیم کردن این دایناسور رو یاد بگیرین، لینک ویدیوش رو براتون بالا سمت راست میذارم، حتما ببینید. دایناسور آخر لیست ما دایناسور گیگاه. عملا قوی ترین و وحشی ترین دایناسور داخل بازی آرکه و به راحتی با چند ضربه میتونه هر دایناسوری رو از بین ببره. قابلیت بلاد افکتش خیلی قویه و برای چندین ثانیه قربانی به شدت از جونش کم میشه و سرعت و استامیناش میاد پایین. صدل این دایناسور تو لول 96 آزاد میشه و تیم کردنش به روش ناک آوته. اگه دوست دارین روش اصولی تیم کردن این دایناسور رو یاد بگیرین، لینک ویدیوش رو براتون بالا سمت راست میذارم، حتما ببینید. خب دوستان، اینم از ویدئوی امروزمون. امیدوارم که از این ویدئو لذت برده باشین. اگه نظری پیشنهادی دارین حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسین و برای دوستایی که اولین بار دارن ویدئوی ما رو تماشا میکنن، خوشحال میشیم کانالمون رو سابسکرایب کنن و به جمع مارشالی های عزیز ملحق بشن. از صمیم قلبم دوستتون دارم. جاتون تو قلب موج مارشاله.